فیلمی در ژانر وحشت اومده بیرون به اسم بلک فون. بی صحبت کنم، معرفیش میکنم بهتون، بررسیش میکنم بدون اسپویل. سلام، سال منصوری هستم. توی این ویدیو میخوام در مورد فیلم The Black Phone که توی ژانر ترسناک ماورا طبیعه با بازی ایتان هاوک اومده بیرون صحبت بکنم. ایتان هاوک ماسک هیجان انگیز روی صورتش داره. فیلمیست که میشه در موردش حرف زد و خودم هم هیجان صحبت کردن در موردش رو دارم. جوهیر، اما استیون کینگ رو خیلیاتون میشناسید. نویسنده‌ای با داستان‌های جنون‌آمیز که خیلی هم دستمایه فیلم‌های سینمایی شدن. معروف‌ترینش شاینینگ یا درخشش ساخته استنلی کوبریک یا مه با اون پایان ویران کنندش. البته که کینگ در ژانرهای دیگه هم داستان نوشته، فیلمهای بزرگی ازش اقتباس شده، مثل فیلم رستگاری در شاوشنگ یکی از بهترین ها، و یا فیلم مسیر سبز یکی دیگه از بهترین ها. جالب ترین که کارگردان میگه علاوه بر داستان کوتاه جوهیل، من از کودکی های خودم هم الهام گرفتم برای نوشتن این فیلم نامه. نمیدونم چجور کودکی داشته. فیلم نامه که خیلی فیلم نامه جنون‌آمیزه، عجیب غریبیه. وقتی که قاتل زنجیره‌ای فینی رو میدزده، وارد یک اتاقش میکنه و وارد یک بازیش میکنه ظاهراً که به مرگش قرار ختم بشه. اما باید فینی با استفاده از نشانه ها و الهام هایی که دریافت میکنه، اینجاست که میگیم ماورا طبیعه میاد به ژانر وحشت میچسبه، فرار کنه. شما رو یاد چی میندازه؟ توی اتاق زندانی شده فینی و با الهام هایی که بهش میشه باید فرار کنه. منو خیلی یاد اتاق فرار انداخت. نمیدونم توی اتاق فرار شرکت کردید یا نه، دوست دارید یا نه، بگید لطفا توی کامنت ها. من خودم یکی از تفریح های هیجان انگیز و جذاب برام اتاق فرار. یه سری اتاق ها طراحی شدن که ژانرهای مختلفی هم دارن، خیلی هم دراماتیک، ماجرا خیلی سینمایی طوره، هر کدوم یک داستانی داره، ولی بیسیک همه اینه. شما باید از توی اتاقی که توی زندانی شدی با حل کردن معماها فرار بکنی. ژانر یکی از ژانرهای محبوبش، محبوبترین ژانر این بازی هم ژانر وحشته، همان چیزی که ما در این فیلم داریم میبینیم. فینی دقیقاً توی یک اتاق قرار گرفته، یه سری معما وجود داره که باید حلشون کنه و فرار کنه. توی اتاق فرار وقتی اگه بازی کرده باشید میدونید، یه سری هینت هم میگیریم، یعنی یه سری راهنمایی هم از برگزار کننده های بازی ما میگیریم که بهمون کمک میکنه بتونیم معماها رو حل کنیم و از اتاق فرار فرار بکنیم. هینت هایی که فینی میگیره دزدیدتشون و کشتتشون. حتی قفلی که باید باز بکنه دقیقاً شکل قفل هایی که توی اتاق های فرار مرسومه. بچه‌هایی که شرکت کردن تایید کنن اگه درست میگم. یکی از قفل‌های رایج همین شکلیه و نوع به دست آوردن رمز این قفل هم خیلی شبیه طرح‌ریزی‌هایی است که در بازی‌های اتاق فرار می‌بینیم. من خیلی احساس کردم که سازندگان فیلم از تن اتاق فرار استفاده کردن. اتاق فرار خودش از سینما استفاده کرده، اینجا یک فیلم سینمایی از اون استایل اتاق فرار استفاده کرده برای اینکه بتونه یک فیلم ترسناک ماوراءطبیعه بسازه. خیلی برام جالب. فیلم ترسناک میتونه به ترسونه یا نه، باید اعتراف کنم که منو ترسوند. اما طبق چه شرایطی دیدمش؟ ساعت 2:30 شب، تنها، تاریک، با هدفون، صدای بلند. فیلم هم ترس بر مبنای شوک داره و تونست چندین بار شوکم کنه. اینو در نظر داشته باشید. بدونید که من رو ساعت 2:30 شب با هدفون توی تاریکی تنهایی ترسوند. یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشید که فیلم صحنه‌های خشن و پرخونی داره. این رو هم بگم. چرا میگم خیلی خوب بازی کرده؟ به این علت که ایتان هاوک یه سری از ابزارهای خودش برای بازیگری رو نداره. ماسک روی صورتشه و نمیتونه از تمام اجزای صورتش استفاده کنه برای بازی بهتر. هر آنچه که اجرا میکنه بر مبنای صداست، لحن است و بدن و اون بخش کوچکی از بد صورتش که داره دیده میشه. گاهی چشم هاست، گاهی ابرو هم اضافه میشه، گاهی دهان رو میتونیم ببینیم. استادانه اجرا میکنه. چه ویلن خوبی. ماسکی که طراحی شده خیلی به بازیگر کمک میکنه، خیلی به فیلم کمک میکنه، خیلی به فضای ترسناک و وهمانگیز این قاتل زنجیره‌ای کمک میکنه. ماسک دوتا شاخ داره و چند تکه است. هر سری یه بخشی از صورت رو
نشون میده و بخش دیگری رو اجازه نمیده دیده بشه. گاهی چشم‌ها و ابرو دیده میشن، گاهی فقط چشم‌ها دیده میشه، گاهی فقط دهن دیده میشه. ماسک واقعا جذابی طراحی کردن و خیلی کار میکنه برای فیلم. بیمار روانی هم که خیلی بهش پرداخته نمیشه، یه گوشه‌ای میده که انگار خودش هم بچه بوده، توی این اتاق زندانی میشده و توهم میزده که این تلفن زنگ میخوره. لطفاً بگید این چه نوع بیماریه. ماسک میزنه و اگه این ماسک کامل از روی صورتش برداشته بشه به شدت وحشت خواهد کرد. بزرگترین نقطه ضعف فی داره، ضعف منطقی در روایت داره، مثل پذیرش و صحبت دختر توسط پلیس به این سادگی، مثل اینکه برادر قاتل چرا تا به حال نفهمیده قاتل کیه. قدرت خواهر رو اوکی قبول کنیم، از مادر به ارث رسیده و خواب میبینه، خوابها رویاهای صادقه میبینه، اما پسر چرا این فاکتور رو به دست میاره که تلفن زنگ بخوره، ارواح بهش هینت بدن و راهنماییش بکنن؟ از کجا؟ چرا این؟ چرا بقیه نه؟ این فیلم ترسناک فیلم ویژه‌ایه برای من، به این علت که میاد داستان یک قاتل زنجیره‌ای رو با ماورا و طبیعه تلفیق میکنه و این چیز نوعیه به نظرم. اگه دیدید بازم لطفاً به هم بگید توی کامنت ها. یکی دیگه از مسائل تضاد جالبیه. ارجاع داره فیلم به یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های ژانر اسلشر، کشتار با اره برقی در تگزاس، و وجه اشتراکش هم اینه که قاتل زنجیره‌ایه و او هم ماسک میزده. طراحی صحنه اتاق در انگروخ مستند داره خیلی روی کار نشسته و کمک میکنه باورپذیرتر شدن حس فیلم. نمره هم بدیم از این به بعد به فیلم های جدید خارجی که میاد؟ بگید توی کامنت ها لطفا نمره بدیم یا ندیم، منم نمره خودم رو اعلام بکنم یا نه، شما هم همینطور. اگه بخوام از 0 تا 10 نمره بدم به فیلم The Black Phone، نمره 7 رو میدم. نمره بدم یا نه، و اگه این فیلم رو دیدید حتما نظرتون رو در موردش بنویسید. سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک کنید، شیر کنید، کامنت بذارید اگه حرفی برای گفتن دارید، چون مجموعه این کارها به رشد کانال کمک میکنه. خیلی مخلصم، خدافظ.